توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. گذری بر تاریخ و تمدن ایران باستان با اجرای دکتر تورج دریایی. برنامه شماره 11، پیدایش تمدن و پادشاهی اشکانی. درود فراوان، تورج دریایی هستم و با شما درباره تاریخ و تمدن ایران باستان صحبت می کنم. در این جلسه درباره پیدایش تمدن و شاهنشاهی اشکانی صحبت می کنم. شاهنشاهی اشکانی نزدیک به 5 قرن بر فلات ایران و همچنین بین النهرین یعنی عراق امروزی و افغانستان و آسیای مرکزی حکم فرما بود. در حقیقت می توان گفت که این سلسله پردوام ترین سلسله حکومتی در تاریخ ایران می باشد. با این حال لازم است که گوشزد کنی که منابعی که درباره حکومت اشکانی در دست داریم بسیار ناچیز می باشد. یکی از مشکلات مهم تاریخ اشکانی این است که بیشتر منابع کلاسیک یا رومی می باشند و رومی ها در طول این 4 یا 5 قرن با حکومت اشکانی در جنگ بودند. در کنار منابع رومی، این منابع مادی و چند کتیبه پهلوی اشکانی است که از داخل خود شاهنشاهی به ما اطلاعاتی می دهد. جالب توجه است که امروزه این محققان لهستانی و ایتالیایی هستند که پیشرو مطالعات تمدن و شاهنشاهی اشکانی می باشند. در کنار متون رومی همچنین باید از متون چینی یاد کرد که گهگاه به امپراتوری یا شاهنشاهی اشکانی می رفتند و با آنها در حال داد و ستد بودند. این منابع چینی و رومی درباره جنگ ها، جامعه، مذهب و اقتصاد اشکانی اطلاعات بسیار مهمی می دهند. از این منابع مهمتر به نظر من منابع ارمنی است. ارامنه نیز خاندانی از تیره اشکانیان داشتند که برای 400 سال بر ارمنستان حکومت کرد و مانند نام سلسله اشکانی در ارمنستان نام آن آرشکونی بود. ارامنه از قرن 5 میلادی برای ما متون تاریخی بسیاری گذاشتند که این متون نه تنها درباره جامعه اشکانی ارمنستان سخن میگوید، بلکه میتواند اطلاعات بسیار مهمی درباره جامعه و تاریخ و تمدن اشکانی ایران نیز به ما بدهد. در کنار این متون کتبی، این سکه های اشکانی هستند که از همه برای ما مهمتر برای شناختن پادشاهان اشکانی هستند. بر روی این سکه ها نام، عناوین و ایدئولوژی اشکانی به خوبی دیده می شود. همچنین باید گفت که این سکه ها هستند که در حقیقت کرونولوژی دقیق شاهنشاهی اشکانی را به دست ما می دهند.
همچنین در شاهنشاهی اشکانی ما تعدادی سفال نوشته داریم که آن را به یونانی استراکا می نامند و این سفال نوشته ها قراردادهایی است که معمولاً درباره مبادلات اقتصادی می باشد. برای مثال یکی از این سفال نوشته ها این چنین می گوید: در این کوزه به اندازه 20 ماری شراب وجود دارد که کسی به نام بقیندات از دهی به نام وردمتاک خریداری کرده و آن را به شهری دیگر برای شخصی به نام ارتوانکان برده است. به غیر از این سفال نوشته ها، باستانشناسی نیز تا حدی به ما برای شناختن شاهنشاهی اشکانی کمک می کند. اکثر مکانهایی که تا امروزه حفاری شده خارج از ایران کنونی است. در حقیقت در ترکمنستان، در ارمنستان و در آسیای مرکزی است که بیشتر سایت ها یا مکان های مهم اشکانی حفاری شده و درباره آن مطالعات مهمی انجام داده شده است. ما اطلاع دقیقی درباره آغاز حکومت اشکانی در دست نداریم. حتی اینکه اشک اول و خاندان او به درستی از کجا به فلات ایران و شرق دریای خزر سرازیر شده نیز بی اطلاع هستیم. این منابع یونانی و غربی هستند که چند روایت مختلف را درباره خاندان اشک به ما اطلاع می دهند. یک روایت این است که اشکانیان یا خاندان پارت پس از کشتن ساتراپ آندروگورس توانستند استان پهلاو را در دست بگیرند. سنتی دیگر بران است که اشکانیان و اشک رئیس پارینی قبایل داهه ساکا بودند، یعنی از قوم ساکاها، که کم کم در قرن چهارم قبل از میلاد به سمت فلات ایران رهسپار شده بودند و توانستند در آن زمان آخرین ساتراپ سلوکی را از بین ببرند. همچنین سنتی دیگری نیز وجود دارد که تاریخ‌دان رومی جاستین آن را بازگو می کند و آن این است که در حقیقت آخرین ساتراپ سلوکیان به نام آندروگورس یک پارسی بود که اسکندر مقدونی او را به عنوان ساتراپ پهلاو گمارده بود. همچنین سنتی دیگر بران است که اشکانیان نسلشان به کیقوباد کیانی میرسد و این سنتی است از شاهنامه و سنت ایرانی. حتی متونی هستند که اشکانیان را به آرش کمانگیر نسبت می دهند و آنها را به همدیگر متصل می کنند. به حقیقت نمی توان گفت که کدام یک از این سنت ها صحیح می باشند، اما بر حسب استدلال تاریخی می توان تصور کرد که این قبیله پارینی کم کم در قرن چهارم قبل از میلاد به شرق دریای خزر آمده و در قرن سوم قبل از میلاد به فلات ایران سرازیر شده اند. همچنین قابل توجه است که در متون فارسی میانه خاندان اشکانی این چنین تجسم شده اند. در کتاب بندهش نوشته شده که زال دستان پرنس ساکاها پادشاه ابرشهر یا همون نیشابور بوده است و او از نسل سام می باشد. همچنین گفته شده
که ابشر چنان نام گرفته که چون با قبایل اپارنک یا همین پارینی ها نسبت دارند. همچنین سکه اشک اول نشان می دهد که او کلاهی ساکایی به سر دارد و در پشت سکه او بر تختی نشسته و همچنین کمانی در دست دارد که در دنیای ایرانی آن نماد قدرت و پادشاهی است. اشکانیان چگونه توانستند فلات ایران را در دست گیرند؟ سلسله قبل از آنها یعنی سلوکیان در طول تاریخ خود کم کم توجه خود را به سمت غرب معطوف کردند و بعد از سال 308 قبل از میلاد سلوک اول پس از آنکه فلات ایران را در دست گرفته بود او کم کم به سوریه توجه انداخت و با دنیای هلنی خاورمیانه نزدیکی کرد تا فلات ایران زمین. برای همین ما بین سالهای 250 و 235 قبل از میلاد فلات ایران کم کم از دست سلوکیان در رفته و به دست اشکانیان افتاد. در سال 245 قبل از میلاد در زمان حکومت سلوک دوم همانطور که گفته شد اندراگورس ساتراپ یا ساتراپ استان پهلاو بود و او ناگهان به گفته منابع کلاسیک خودمختار شد. همین خودمختاری او شانسی به اشکانیان داد که بتوانند آن ساتراپی را در دست گیرند و اندراگورس را به قتل برسانند. بعد از در دست گرفتن پهلو آنها به گرگان رفتند و تا سال 238 قبل از میلاد گرگان نیز به دست اشکانیان افتاد. سلوکیان تا سال 231 قبل از میلاد نتوانستند که قدرت اشکانیان را دوباره به چالش کشند، ولی پس از آن دیگر دیر شده بود و هرگاه سلوکیان در برابر اشکانیان قرار می گرفتند از آنها شکست می خوردند. همچنین در سال 209 قبل از میلاد انتیاک سوم یک بار دیگر در صدد شکست اشکانیان و تسخیر فلات ایران برآمد، ولی او نیز مانند دیگر سلوکیان نتوانست بر آنها پیروز شود. برای 40 سال آینده پس از اشک اول اشکانیان قدرت خود را بر فلات ایران بسط دادند تا اینکه اولین و مهمترین پادشاه اشکانی یعنی مهرداد اول در سال 171 قبل از میلاد به تخت نشست. حکومت مهرداد اول در تاریخ اشکانی کم همتاست، چون اوست که در حقیقت شاهنشاهی اشکانی را به عنوان یک ابرقدرت دنیای باستان برقرار کرد. در زمان حکومت مهرداد اول است که ما می‌بینیم حکومت اشکانی در مقابل سلوکیان و رومیان قدرت خود را نگه داشته و یکی از چند ابرقدرت دنیای باستان می‌باشند. اولین حرکت مهرداد اول به سمت یونانیان استان بلخ بود که توانست آنها را به راحتی ما بین سال‌های 160 و 155 قبل از میلاد شکست دهد. آنگاه شهری به نام نیسا در ترکمنستان امروزی را نیز تصرف کرد. پس از آن در سال 148 قبل از میلاد
توانست ماد یا استان مرکزی ایران شهر را نیز به دست گیرد و برای همین کتیبه‌ای در مکان بی ستون به جای گذاشت. به نظر می رسد در همان سال هاست که مهرداد اول در شهر تیسفون در بین النهرین تاجگذاری کرد و همچنین عنوان شاهنشاه را نیز اتخاذ کرد. چند سال قبل از فوت مهرداد اول در سال 139 قبل از میلاد او توانست فلات ایران شهر را کاملا در دست گیرد و آخرین پادشاهی محلی یعنی پادشاهی ایلام را نیز مغلوب کند. در این زمان اشکانیان فرمانروایان و پادشاهان بزرگ جهان شدند. پس از او فرهاد دوم در سال 139 قبل از میلاد به تخت نشست و او نیز با سلوکیان به جنگ پرداخت. او توانست انتیاک هفتم را نیز شکست دهد و دست سلوکیان را از ایران شهر ببرد. مشکل اساسی شاهنشاهی اشکانی در این زمان نه امپراتوری روم بود و نه سلوکیان. در حقیقت مشکل مهم شاهنشاهی اشکانی قبایل بدوی بودند که از آسیای مرکزی به سمت ایران سرازیر شده و یکی پس از دیگری سعی در ورود به فلات ایران شهر داشتند. مهمترین اینها در منابع یونانی یوچی نام دارد که در حقیقت در شرق فلات ایران سکنا گزیدند و امپراتوری کوشان را بنا نهادند. همچنین باید از گروه‌های دیگر به مانند ماسگاته نام برد که مرتباً به شاهنشاهی اشکانی حمله می‌بردند. هر دو فرهاد دوم و اردوان اول جان خود را در جنگ با این قبایل از دست دادند. دیگر بزرگترین پادشاه اشکانی مهرداد دوم نام دارد که ما بین سالهای 124 و 88 قبل از میلاد بر تخت نشست. او توانست به بین النهرین و پس از آن به سوریه نیز لشکرکشی کند و حتی شهر دورا یوروپوس را در آنجا تسخیر نماید. در این زمان اشکانیان با ارمنستان نیز رو در رو شدند و پادشاه ارمنستان ارتواز نام داشت و توانستند که او را برکنار کرده و تیگران را بر تخت بنشانند. با به تخت نشستن تیگران قدرت اشکانیان در ارمنستان نیز رواج پیدا کرد و در سال 109 قبل از میلاد مهرداد دوم عنوان کبیر یا بزرگ را نیز به خود اختصاص داد و همچنین عنوان شاهنشاه را نیز اتخاذ کرد. در سال 115 قبل از میلاد گروهی از چینیان در زمان امپراتوری ووتی به امپراتوری یا شاهنشاهی اشکانی آمدند و برای داد و ستد اقتصادی قراردادی امضا کردند. این قرارداد منجر به آغاز جاده ابریشم شد. در سال 96 قبل از میلاد رومیان و اشکانیان نیز قرارداد دوستی با یکدیگر بستند و به مدتی صلح در شرق و غرب شاهنشاهی اشکانی
برپا شد. پس از مرگ مهرداد دوم در سال 88 قبل از میلاد، چندین پادشاه اشکانی یعنی گودرز، اورود، سیناتروک و فرهاد سوم یکی پس از دیگری به تخت نشستند. رومی ها بر این باور شدند که در امپراتوری یا شاهنشاهی اشکانی هرج و مرجی وجود دارد و به همین دلیل یکی از رومی های معروف آن زمان به نام کراسوس که در کنار پامپی و قیصر حکومت روم را در دست گرفته بودند به سمت ایران حمله ور شد. او در سال 55 قبل از میلاد به سوریه رسید و از آنجا از طریق ارمنستان به ایران وارد شد و در سال 53 قبل از میلاد جنگی سخت ما بین رومی ها و اشکانیان به وقوع پیوست. در این زمان رومی ها درباره شاهنشاهی اشکانی اطلاعات دقیقی نداشتند. همچنین از قدرت ارتش اشکانی نیز بیخبر بودند. در ماه می 53 قبل از میلاد ارتش کراسوس در مقابل ارتش سورن در نبرد کارهه روبرو شدند. در این جنگ 20,000 از ارتش رومی ها کشته شده، 10,000 نفر دیگر به اسارت در آمدند و 10,000 باقی مانده پا به فرار گذاشتند. کراسوس فرمانده ارتش و همچنین فرزند او در این جنگ کشته شد. شکست رومی ها از اشکانیان حتی در شهر روم نیز سنگین بود و رومی ها به قدرت اشکانیان پی بردند. بعد از جنگ کارهه پادشاه مهم دیگر اشکانی پاکور بود که همچنین بر علیه رومی ها جنگید و توانست بر آنها پیروزی یابد. در سال 40 میلادی پادشاهی به نام پاکور بر تخت سلطنت اشکانی نشست. اما این فرهاد نه تنها پدر خود را کشت، بلکه هر اشکانی که واجد شرایط برای حکومت بود را نیز از بین برد و بسیاری از نجبای اشکانی از شاهنشاهی اشکانی گریختند. رومی ها به این فکر افتادند که دوباره شاهنشاهی اشکانی دچار ضعف شده و این بار مارک انتونی فرمانروای مهم رومی در سال 36 قبل از میلاد همراه 100,000 نفر ارتش به سوی شاهنشاهی اشکانی رفت. او از راه ارمنستان به ماد رسید و در آنجا با اشکانیان نبرد کرد. اما او نیز مانند کراسوس در طول زمان شکست خورد و مجبور شد که به روم بازگردد. به نظر محققان این جنگ در نزدیکی تخت سلیمان امروزی در کنار دریاچه ارومیه به وقوع پیوسته است. به گفته منابع رومی 24,000 نفر از ارتش روم در این جنگ جان خود را از دست دادند. اما در زمان حکومت آگوستوس در سال 20 قبل از میلاد این بار رومی ها توانستند در مقابل اشکانیان بایستند و صلح‌نامه‌ای ما بین دو طرف امضا شد. جالب توجه است که آگوستوس به عنوان هدیه‌ای به فرهاد دختر ایتالیایی به نام موسا را به او هدیه داد و این موسا همسر محبوب فرهاد شد. فرهاد از موسا فرزندی داشت اما از زن دیگری نیز 4 فرزند داشت.
اما این موسی بود که توانست شوهر خود را بکشد و پسر خود را به تخت بنشاند. در حقیقت در دهه آخر قرن اول قبل از میلاد هرج و مرجی در شاهنشاهی اشکانی جریان داشت و بزرگان محلی با پادشاه اشکانی بر سر قدرت به جنگ برخواسته بودند. گهگاه یکی از فرزندان پادشاه را بر علیه دیگری می‌چوراندند و با یکدیگر بر سر قدرت می‌جنگیدند. در سال 35 میلادی دوباره جنگ ما بین روم و اشکانیان از سر گرفته شد و این بار جنگ بر سر پادشاهی ارمنستان بود. پادشاه ارمنستان در این زمان آرتاشس نام داشت، اما پادشاه اشکانی اردوان پسر خود را به نام اشک بر سر تخت حکومت ارمنستان بنشاند. رومی ها حاضر نشدند که این پادشاهی جدید اشکانی را و حکومت و قدرت آنها را در فلات ارمنستان قبول کنند و برای همین ارتشی به ارمنستان کشیده و با اشکانیان به جنگ پرداختند. در حقیقت برای دو قرن آینده این ارمنستان است که ما بین رومی ها و اشکانیان جنگ هایی را آغاز می کند. دلیل اصلی جنگ و نبرد ما بین رومی ها و اشکانیان در قفقاز به خاطر راه های مهم تجاری و اقتصادی آن منطقه می باشد که هر کدام از این پادشاهی های مقتدر سعی در کنترل آنها داشتند. در سال 53 میلادی پادشاه اشکانی یعنی بلاش برادر خود را به نام تیرداد دوباره بر تخت سلطنت ارمنستان گماشت و دوباره رومیان به همین خاطر ارتشی به سمت ارمنستان فرستادند. پس از این جنگ صلحی به نام صلح‌نامه راندیا امضا شد که تا حد زیادی اشکانیان را وارث و صاحب ارمنستان مینامید. بلاش در سال 80 میلادی فوت کرد و پس از آن برای یک قرن و نیم ما اطلاع دقیقی از تاریخ اشکانی نداریم و به همین دلیل این یک قرن و نیم به عنوان دوران تاریک تاریخ اشکانی نام برده شده است. در این دوران تاریک تاریخ اشکانی ما می دانیم که پادشاهی به نام خسرو در سال 114 میلادی حکومت می کرده که با رومیان به جنگ برخواسته و همچنین امپراتور و ژنرال مهم رومی به نام تریانوس توانسته که بین النهرین را تصرف کرده و همچنین پایتخت اشکانی را که تیزفون است را به دست گیرد و حتی تا خلیج فارس نیز به پیش رود. در حقیقت ما می توانیم ببینیم که حکومت اشکانی به کمال ضعف رسیده و حتی پای تخت آنها نیز در مقابل رومی ها قابل دفاع نیست. جنگ های داخلی و خانوادگی و ضعف در مقابل رومی ها بسیاری از بزرگان محلی فلات ایران را بر علیه اشکانیان واداشت. در سال 217 میلادی برای آخرین بار اشکانیان توانستند رومی ها را شکست سختی دهند و پس از این شکست در حدود 50 میلیون دینار
و مقدار زیادی هدیه از رومیان دریافت کردند. در همان زمان هست که در استان فارس کسی به نام اردشیر بابکان بر علیه حکومت اشکانی طغیان می کند و 6 سال بعد، یعنی در سال 224 میلادی، در نزدیکی گلپایگان امروز، اردشیر در مقابل اردوان آخرین پادشاه اشکانی روبرو می شود و این اردشیر است که در این جنگ مهم آخرین پادشاه اشکانی را شکست داده و او را می کشد. با کشته شدن اردوان، حکومت اشکانی بر فلات ایران به پایان می رسد و این بار پارسیان هستند که دیگر باره از استان فارس قدرتمند شده و قصد در تسخیر فلات ایران می کنند. جامعه اشکانی چه نوع جامعه‌ای بود؟ برای آگاهی از ساختار این جامعه ما باید نه تنها به متون رومی و چند کتیبه اشکانی بلکه به منابع ارمنی رجوع کنیم. بر حسب این منابع ما می‌بینیم که شاهنشاه قدرت اصلی حکومت می‌باشد. اما بزرگان که به اشکانی پهلوی آزاد نام دارند یا آزادان قدرت مهمی در انتخاب شاه ایفا می کنند. دو خاندان بزرگ اشکانی سورن و کارن نام دارند که دارای دستگردها یا زمینهای زیادی بودند. دیگر نوجوان نیز از طرف پادشاه زمین‌های وسیعی به آنها داده شده بود. در کنار نجبا و زمینداران، دو گروه شهرنشینان و دهنشینان مایحتاج اصلی شاهنشاهی اشکانی را برطرف می‌کردند. در شهرها روابط اقتصادی و داد و ستد باعث می‌شد که دولت بتواند از آنها مالیات گرفته و بر ثروت خود بیفزاید. در دهها این دهقانان بودند که با کشاورزی احتیاجات غذایی شاهنشاهی را برطرف می کردند. از لحاظ مذهبی به نظر می رسد که خاندان اشکانی زرتشتی بودند. همچنین ما در ارمنستان نیز دین زرتشتی را به عنوان دین طبقه پیشرو یا برتر مشاهده می کنیم. سه خدای بزرگ مذهب زرتشتی یعنی اورمزد، میترا و آناهیتا همچنین در ارمنستان به صورت آرمازد، میر و آناهیت پرستش می شدند. در گارنی در ارمنستان کتیبه‌ای به یونانی مانده که پرستش مهر را تأکید می کند. این کتیبه که توسط پادشاه ارمنی به نام تیرداد کنده شده این چنین می گوید: مهر تیرداد بزرگ پادشاه ارمنستان زمانی که این دژ را ساخت و ملکه را در آن جایگزین کرد، این دژ دست نایافتنی است. اما باید گفت که اشکانیان هرگز مذهب خود را بر مردم فلات خود اچاف نکردند. در زمان اشکانی کلیمیان و مسیحیان به شاهنشاهی اشکانی کوچ کرده و از روم گریختند. دلیل آمدن کلیمیان و مسیحیان به شاهنشاهی اشکانی به آن دلیل بود که پادشاهان روم به مانند نیرو و وسپاژین
در مابین سالهای 60 و 70 میلادی آغاز به آزار آنها کردند. به همین دلیل مسیحیان و کلیمیان به شهرهایی به نام دورا یوروپوس پناه بردند و امروزه بازمانده شهر دورا یوروپوس نشان دهنده آزادی مذهب و اقوام می باشد. در این شهر ما در حقیقت کنیسه کلیمیان را در کنار معبد زرتشتیان و آنهایی که مه را می پرستیدند مشاهده می کنیم. در این میان مذهبی که کمتر از آن نام برده شده میترائیزم یا مهرپرستی است که در حقیقت فرمی است که در دنیای ارمنی و رومی شکل گرفته. میترا البته ایزدی است هندو ایرانی که در زمان حیاتش در قرن اول قبل از میلاد تولد او را در 25 یا 26 دسامبر جشن می گرفتند و مردم بر این باور بودند که میترا یا مهر از باکره‌ای که در حقیقت مادر خدا بود به دنیا آمده بود. لقب مهر یا میترا نور جهان بود. برای همین هم هست که بر روی سکه‌های رومی قرن دوم و سوم و حتی چهارم میلادی نقش مهر مشخصاً دیده می شود و به صورت آفتابی پرستش می شود. اگر نگاهی به معابد مهری در جهان بیندازیم می بینیم که اروپا مرکز مهر پرستی در این زمان بوده. آلمان، ایتالیا و اروپای شرقی و همچنین امپراتوری بیزانس یعنی روم شرقی مراکز مهم مهرپرستی بودند. اما نباید فکر کنیم که مهرپرستی یا میترائیزم یک دین ایرانی است. بله، خواستگاه ایزد مهر در ایران باستان و دین زرتشتی است. اما به گونه ای که مهر پرستش می شود، به خصوص در ارمنستان و روم، فرم یا طریقه پرستش غربی این ایزد می باشد و نه پرستش ایرانی آن. شاهنشاهی اشکانی به نزدیکی 500 سال بر آسیا حکومت کرد. اما جالب است که بدانیم که تعداد بسیار کمی کتاب و مقاله درباره این شاهنشاهی قدرتمند جهان باستان نوشته شده. دلیل آن چیست؟ از یک طرف کسانی که به دنیای باستان علاقه دارند دنیای روم و یونان را مد نظر قرار می دهند و در ایران به خاطر اینکه اغلب منابع به یونانی است و حتی بر روی سکه ها به یونانی نوشته شده ایرانیان بر این تصور هستند که این حکومتی خارجی است و برای همین به اشکانیان توجه نمی کنند. این دو دید اشتباه باعث شده که تاریخ این شاهنشاهی مهم نادیده گرفته شود. اما من فکر می کنم زمان آن رسیده که این شاهنشاهی پرعظمت دنیای باستان و ایران باستان بازنگری شود. گذری بر تاریخ و تمدن ایران باستان با اجرای دکتر تورج دریایی. برنامه شماره 11، پیدایش تمدن و پادشاهی اشکانی به پایان رسید. موزیک متن از لوریس جکناواریان. تهیه کننده هر پروڈاکشنز
www.arumaneniz.com در لس آنجلس، کالیفرنیا. در ادامه این برنامه ها از همین رسانه با ما باشید. پیروز ایران.